سلام دوستان عزیز. امروز قصد داریم تا شما را با یکی از ولایت‌های زیبا و تاریخی افغانستان آشنا کنیم، ولایت هرات. این ویدیو به شما نگاهی کامل و جامع از تاریخ، فرهنگ، اقتصاد و زندگی مردم این ولایت ارائه می‌دهد. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت ببرید و اطلاعات مفیدی کسب کنید. پس با ما همراه باشید. ولایت هرات، یکی از ولایات تاریخی و باستانی افغانستان، به عنوان یکی از مهمترین مراکز فرهنگی و تجاری کشور شناخته می شود. این ولایت در غرب افغانستان قرار دارد و با کشورهای ایران و ترکمنستان هم مرز است. هرات تاریخی غنی دارد که به هزاران سال پیش باز می گردد. این شهر در دوران باستان یکی از مهمترین مراکز تمدنی و تجاری در آسیای مرکزی بود. هرات در دوران‌های مختلف تحت حاکمیت امپراتوری‌های بزرگ مانند هخامنشیان، ساسانیان، سلجوقیان، تیموریان و مغول‌ها بوده است. هرات در غرب افغانستان واقع شده و مرکز آن شهر هرات است. این ولایت با کشورهای ایران و ترکمنستان هم مرز است و دارای مرزهای تجاری مهمی با این کشورهاست. هرات از طریق جاده‌ها و خطوط آهن با سایر نقاط افغانستان و کشورهای همسایه ارتباط دارد. هرات دارای آب و هوای معتدل و نیمه خشک است. تابستان‌های گرم و زمستان‌های سرد دارد. بارش باران بیشتر در فصول بهار و پاییز صورت می‌گیرد. جمعیت هرات بالغ بر 1.9 میلیون نفر است. مردم هرات از قومیت‌های مختلفی از جمله تاجیک‌ها، پشتون‌ها، هزاره‌ها و ترکمن‌ها تشکیل شدند. زبان اصلی مردم هرات فارسی دری است. هرات به عنوان یکی از مراکز فرهنگی و ادبی افغانستان شناخته می شود و دارای سنت‌های غنی در زمینه‌های شعر، موسیقی و هنرهای تجسمی است. اقتصاد هرات عمدتاً بر پایه کشاورزی، تجارت و صنعت استوار است. این ولایت به دلیل داشتن زمینه حاصلخیز و آب و هوای مناسب، یکی از مهمترین مناطق کشاورزی افغانستان محسوب می شود. هرات دارای زمینه کشاورزی وسیعی است که در آن محصولات متنوعی مانند گندم، جو، برنج، زعفران، انگور و میوه‌های مختلف کشت می‌شود. زعفران هرات به دلیل کیفیت بالا و طعم ویژه‌ای که دارد، شهرت جهانی دارد. هرات یکی از مراکز صنعتی مهم افغانستان است. صنایع مهم این ولایت شامل تولید مواد غذایی، نساجی، فرش بافی، صنایع دستی و ساختمان سازی است. هرات به دلیل موقعیت جغرافیایی و نزدیکی به مرزهای ایران و ترکمنستان، یکی از مهمترین مراکز تجاری افغانستان است. بازارهای هرات پر از کالاهای متنوعی هستند که از کشورهای همسایه و دیگر نقاط جهان وارد می‌شوند. هرات دارای سیستم آموزشی پیشرفته است. دانشگاه هرات یکی از مهمترین مراکز آموزش عالی در افغانستان است و دانشجویان زیادی از سراسر کشور در این دانشگاه تحصیل می‌کنند. هرات دارای بیمارستان‌ها و مراکز درمانی متعددی است که خدمات بهداشتی و درمانی را به مردم ارائه می‌دهند. بیمارستان‌های اصلی هرات شامل بیمارستان مرکزی هرات و بیمارستان حوض‌هایی است. هرات به عنوان یکی از مراکز ادبی و هنری افغانستان شناخته می‌شود. شاعران بزرگی مانند خواجه عبدالله انصاری و مولانا جامی از این شهر برخاستند. هنرهای تجسمی مانند نقاشی و خطاطی نیز در هرات بسیار رواج دارد. هرات دارای بناهای تاریخی بسیاری است که نشان دهنده تاریخ و فرهنگ غنی این ولایت است. مسجد جامع هرات، ارگ هرات و مقبره خواجه عبدالله انصاری از جمله مهمترین آثار معماری هرات هستند. هرات به عنوان یکی از مقصدهای گردشگری مهم در افغانستان شناخته می شود. گردشگران داخلی و خارجی برای بازدید از بناهای تاریخی و فرهنگی هرات به این شهر سفر می کنند. هرات دارای جشنها و مناسبتهای متعددی است که با شور و شوق توسط مردم برگزار می شوند. نوروز، عید فطر، عید قربان و جشنه مذهبی از جمله مهمترین مناسبتها در هرات هستند. هرات دارای غذاهای محلی خوشمزه‌ای است که به دلیل تنوع و طعم خاص خود شهرت دارند. قرمه سبزی، قیمه انصار و آش رشته از جمله غذاهای محبوب هراتی هستند. صنایع دستی هرات یکی از مهمترین صنایع این ولایت است. فرش بافی، گلیم بافی و ساخت محصولات چرمی از جمله صنایع دستی مهم هرات هستند که هم در داخل و هم خارج از کشور مشتریان زیادی دارند. موسیقی و رقص در فرهنگ هرات جایگاه ویژه‌ای دارند. موسیقی محلی هرات با استفاده از سازهای سنتی مانند دوتار، رباب و تنبور اجرا می شود و رقصهای محلی نیز با شور و شوق توسط مردم اجرا می شوند. اکثریت مردم هرات مسلمان هستند و پیرو مذهب سنی هستند. اما تعدادی از پیروان مذهب شیعه نیز در این ولایت زندگی می کنند. همچنین اقلیت‌های مذهبی کوچکی مانند هندوها و سیکا نیز در هرات حضور دارند. هرات با مشکلات و چالش‌های متعددی مانند بیکاری مواجه است.
تلاش‌های زیادی برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی این ولایت صورت گرفته است. اما هنوز هم نیاز به برنامه‌های توسعه‌های بیشتری وجود دارد. هرات به دلیل نزدیکی به مرزهای ایران و ترکمنستان، یکی از مسیرهای اصلی مهاجرت و پناهندگی مردم افغانستان به کشورهای همسایه است. بسیاری از مردم هرات به دنبال زندگی بهتر به این کشورها مهاجرت می‌کنند. زنان هرات نقش مهمی در جامعه دارند. با وجود چالش‌ها و محدودیت‌ها، زنان هرات در زمینه‌های مختلفی مانند آموزش، بهداشت، تجارت و هنر فعالیت می‌کنند و سهم مهمی در توسعه و پیشرفت این ولایت دارند. هرات دارای سیستم‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات پیشرفته‌ای است. اینترنت و تلفن همراه در این ولایت گسترده شده و مردم از این امکانات برای ارتباطات و تجارت استفاده می‌کنند. با توجه به موقعیت استراتژیک، تاریخ و فرهنگ غنی و منابع طبیعی فراوان، هرات پتانسیل بالایی برای توسعه و پیشرفت دارد. با اجرای برنامه‌های توسعه‌های مناسب و حمایت از جوانان و زنان، این ولایت می‌تواند به یکی از مهم‌ترین مراکز اقتصادی و فرهنگی افغانستان تبدیل شود.